درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 18 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 26 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر که شنبه 22 مهر ماه در ویلای شخصی خود در منطقه زیبادشت شهرستان پردیس از توابع استان البرز به قتل رسیدند، امروز 26 مهر ماه از مقابل تالار بهتد تشییع شد. به گفته حاضران این مراسم در شرایطی برگزار شد که حضور نیروهای ضد شورش و امنیتی پرتعداد بود و حاضرین شعارهای اعتراضی سر می دادن. از جمله این شعارها مرگ بر قاتل این جنایت بود. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی شعار زن زندگی آزادی هم به گوش می رسید. به دنبال حمایت جمهوری اسلامی از حمله نیروهای جبهه مقاومت حماس به اسرائیل، از حاضران در مراسم تشییع این کارگردان مطرح و همسرش فریاد نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران هم شنیده می شد. مرزیه برومند کارگردان و نویسنده که یکی از سخنرانان این مراسم بود، در بخشی از صحبت‌های خود خطاب به جمهوری اسلامی در حالی که مشت خود را به حالت شعارگونه بالا گرفته بود گفت: با ما خوب باشید، ما کنار شما با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می‌جنگیم. حاضرین در مراسم خانم برومند را به دلیل بیان این جملات به نشانه اعتراض هو کردند. از سوی دیگر مونا مهرجویی، دختر نوجوان داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، در حالی که بدون حجاب اجباری بر روی استن قرار گرفت اعلام کرد: احساس میکنم پدر و مادرم شانه هایم را گرفتند و میخواهند که سر پا بمانم. به همچنین با اشاره به صحبت های پدر و مادرش در یک ویدیو گفت: به قول بابا قاتلین واقعا میان ما هستند. اشاره مونا مهرجویی به ویدیویی از پدر و مادرش بود که در آن با بیان جمله زنده باد آزادی میگوید: قاتلین میان ما هستند، باید مواظب باشید. در این مراسم همچنین پیام کانون کارگردانان سینمای ایران هم توسط محسن امیر یوسفی رئیس این کانون خوانده شد. در بخش‌هایی از این بیانیه با ذکر اینکه این انجمن خواهان مجازات خیلی سریع‌تر قاتلان داریوش مهرجویی است، به وضعیت نابسامان تعدادی دیگر از هنرمندان از جمله جلوگیری از فیلمسازی رخشان بنی اعتماد، خانه نشینی ناصر تقوایی، به زندان افتادن محمد رسولوف و جعفر پناهی و همچنین مهاجرت ناخواسته بهرام بیضایی اشاره شد. در ادامه این بیانیه از مسئولان جمهوری اسلامی خواست هر چه زودتر قاتل یا قاتلین داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر را در هر لباسی که هستند شناسایی و معرفی کنند و به افکار عمومی پاسخی درست بدهند. اردشیر امیر آژمند، مشاور امیر حسین موسوی، با انتشار متن کوتاه از زهرا رهنورد واکنش او را به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر منتشر کرد. زهرا رهنورد که از بهمن ماه سال 1389 تا به امروز همراه با همسرش میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر خانگی است، با ابراز امیدواری از اینکه این بار در این جنایت قاتل قصر در نرود نوشته است: کارداجین شدن داریوش و وحیده هنرمند یادآور سلاخی داریوش و پروانه پروهر و به مسلخ کشاندن روشنفکرانی چون پوینده و مختاری و شریف و دوانی و خودکشی ها و مرگ های مشکوک هنرمندان و سایر معترضان است. نحوه قتل این کارگردان ناماشنای ایران و همسرش با ضربه های چاقو بر بدن و گردن آنها برای افکار عمومی ایران یادآور قتل های زنجیره‌ای هنرمندان و روشنفکران در دهه 70 است. در پی بیانیه وزارت بهداشت فلسطینی در غزه در ساعات پایانی از روز 11 جنگ حماس و اسرائیل درباره مرگ صدها تن در بیمارستان الاهلی در شامگاه سه‌شنبه 25 مهر ماه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که این ادعا را بررسی می کند. رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات امنیتی این کشور اعلام کردند که این احتمال در دست بررسی است که راکت خود حماس که به سوی اسرائیل نشانه گیری شده بود به بیمارستان الاهلی اصابت کرده است.
بررسی درستی یا نادرستی اظهارات دو طرف در خصوص انفجاری که در ساختمان بیمارستان رخ داده هنوز برای منابع مستقل امکان پذیر نشده است، اما کشورهای مانند مصر و کانادا به این رویداد واکنش نشان دادند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت شنیدن اخبار غزه تکان دهنده است، این یک فاجعه و غیر قابل قبول است. حماس در بیانیه‌ای خواهان گرفتن انتقام این رویداد شد و فلسطینیان در کرانه غربی و رابطه تابع اسرائیل را به قیام فراخواند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. ساعتی بعد در روز چهارشنبه 26 مهر ماه رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که این کشور اطلاعات خود را در مورد رویداد منجر به مرگ شمار زیادی از ساکنان غزه در محوطه بیمارستان الاهلی در این باری که در اختیار آمریکا و شمار دیگر از کشورهای متحد خود قرار داده است. یک مقام ارشد دولتی اسرائیل به یادیوت آخرونو گفته است که فاصله چند ساعته از وقوع رویداد بیمارستان تا واکنش اسرائیل برای این بود که ارتش بتواند پاسخ مستدل تهیه کند که چه عاملی باعث این حادثه شده است. این گزارش افزود ارتش می‌خواست مطمئن شود که این انفجار کار اسرائیل نبوده، اما در این فاصله فعالیت‌های تبلیغی زیادی در جهان علیه اسرائیل به راه افتاد. در 11 روز از جنگ اسرائیل با حماس، حملات راکتی در ساعاتی که اولاف شولتز صدراعظم آلمان و همچنین نخست وزیر رومانی در سفر به اسرائیل در حال دیدار با مقامات بلند پایه این کشور بودند و در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل افزایش یافت. ده‌ها شهر و شهرک اسرائیل از جمله شهرک‌های اطراف تل آویو در مرکز اسرائیل شامگاه سه‌شنبه در چند موج پیاپی حملات راکتی هدف قرار گرفتند. حماس در این روز مدعی شلیک راکت از غزه به سوی حیفا در شمال اسرائیل هم شد. رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادند که ارتش در ساعات شامگاه سه‌شنبه برادر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را از پای درآورده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد که مطابق برجام و مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، از روز چهارشنبه 18 اکتبر هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های موشکی تهران وجود ندارد. این بیانیه تاکید کرده که تهران بر اساس صلاح‌دید و نیازهای خود با سایر کشورها در حوزه‌های دفاعی و تسلیحاتی همکاری خواهد کرد. به گزارش رویترز، روسیه روز 25 مهر ماه اعلام کرده بود که با توجه به پایان یافتن تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی مطابق برجام، مسکو دیگر محدودیتی در ارائه فناوری موشکی به تهران نمی‌بیند. حدود 200 روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال رسانه‌ای در ایران در نامه‌ای با اشاره به اینکه بیش از یک سال از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق می‌گذرد، خواستار آزادی آنها شدند. امضا کنندگان این نامه که سه‌شنبه شب 25 مهر ماه در شبکه شرق متعلق به روزنامه شرق انتشار یافت، نوشتند که نزدیک به 3 ماه از جلسه آخر دادگاه خانم‌ها محمدی و حامدی می‌گذرد و آنها همچنان بدون هیچ حکمی تحت عنوان بازداشت موقت و بدون تبدیل قرار و آزادی در زندان محبوس هستند، در حالی که بعد از گذشت 1 سال با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری باید آزاد شوند. برندان اشبان در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنیم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم
و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-1001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. خسرو علی کردی، وکیل مدافع فاطمه سپهری، روز چهارشنبه 26 مهر ماه در توییتی نوشت که فاطمه سپهری ظهر امروز از بیمارستان ترخیص و به منزل منتقل شد. این وکیل دادگستری ساعتی پیش از تشنج موکلش در بیمارستان خبر داد و تاکید کرد که جان فاطمه سپهری در خطر است. به همچنین تاکید کرد که طبق گفته پرستاران بیمارستان ضرورت و فوریت دارد که یک متخصص مغز و اعصاب فاطمه سپهری را معاینه کند. فاطمه سپهری شامگاه سه‌شنبه در پیام ویدیویی از بیمارستان با اعلام خبر ابتلا به آنفولانزا گفته بود در حالی که می‌خواهد با رضایت خود به خانه برود، مسئولان بیمارستان می‌گویند مقامات جمهوری اسلامی دستور دادند که نگذاریم بروی. این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که اینها می‌خواهند مرا بکشند و قصد جان مرا کردند. فاطمه سپهری روز دوشنبه هم در نخستین پیام ویدیویی بعد از بازداشت با بیان اینکه علی خامنه ای پول مردم ایران را خرج گلوله برای حماس کرده، حمله این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرد و گفت ملت ایران در کنار ملت اسرائیل ایستاده است. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار نهایی از تورنمنت تدارکاتی چهار جانبه اردن با نتیجه 4-0 مقابل قطر به پیروزی رسید. ایران پیش از این مسابقه 3-1 اردن را شکست داده بود. قطر هم با برتری در ضربات پنالتی مقابل عراق فینالیست شد. کارلوس کیروش که در 3 دوره جام جهانی روی نیمکت ایران نشسته بود، این بار روبروی شاگردان سابقش قرار داشت و شکستی سنگین را متحمل شد. در مراسم معارفه
همه اعضای اصلی و ذخیره به اتفاق کادر فنی و سرپرستی ایران دور گردنشان چافی انداخته بودند. در بازی قبلی مقابل اردن هم نوار مشکی دور بازوی ملی پوشان ایران بود. این اقدام با تعبیر حمایت از فلسطین استقبال رسانه‌های حکومتی را در پی داشت. خبرگزاری فارس به یک دقیقه سکوت بازیکنان قبل از شروع بازی ایران و قطر برای احترام به شهدای غزه اشاره کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که در سفر اسرائیل به سر می‌برد به مقامات این کشور هشدار داد که اشتباهات آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر را تکرار نکنند. به خطاب به اسرائیل گفت: من در خصوص این مطلب هشدار می‌دهم که هرچند شما در وجودتان خشم دارید، اما تحت تاثیر آن قرار نگیرید. بعد از 11 سپتامبر ما در ایالات متحده خشمگین بودیم، اگرچه ما به دنبال عدالت بودیم و به عدالت هم رسیدیم، اما اشتباهاتی هم مرتکب شدیم. اکثریت قریب به اتفاق فلسطینی‌ها حماس نیستند. حماس نماینده مردم فلسطین نیست. بایدن قرار بود بعد از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل آویو برای گفتگو با رهبران سه کشور منطقه‌ای راهی عمان شود، اما حمله به بیمارستان و موج اعتراض‌هایی که این واقعه در بسیاری از کشورهای جهان به راه انداخت سبب لغو نشست چهار جانبه رهبران اردن، مصر و تشکیلات فلسطینی با رئیس جمهوری آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز سه‌شنبه در سومین هفته از جلسات دادگاه مربوط به کلاهبرداری مالی که می‌تواند به فروپاشی امپراتوری تجاری او منجر شود شرکت کرد. موضوع این دادرسی که بر اساس شکایت دادستانی کل نیویورک به جریان افتاده، اتهامات مربوط به اغراق در میزان دارایی و مستغلات شرکت ترامپ با هدف دریافت وام‌های بانکی و خدمات بیمه ترجیحی است. ترامپ که در رقابت‌های حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشتاز است، در جلسات دادگاه در طول هفته گذشته حضور نداشت. او بعد از اجتماع انتخاباتی خود در ایالت آیوا در روز دوشنبه برای شرکت در جلسه دادگاه به نیویورک بازگشت. رئیس جمهوری پیشین آمریکا قبل از ورود به ساختمان دادگاه گفت این یک محاکمه تقلبی است. او بار دیگر ضمن حمله به دولت جو بایدن ادعا کرد که همه شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی بخشی از توطئه علیه او به عنوان رقیب سیاسی بایدن است. مقامات اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کردند که حمله موشکی روسیه به شهر زاپوروژیا دست کم 2 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که این موشک به یک ساختمان مسکونی 5 طبقه برخورد کرد و موجب ویرانی 8 آپارتمان شد. زلنسکی گفت حکومت اهریمنی روسیه به استفاده از تروریسم و جنگ علیه غیر نظامیان ادامه می‌دهد. به گفته مقامات اوکراینی روسیه بامداد چهارشنبه منطقه زاپوروژیا را با 6 موشک هدف قرار داد. یک حمله دیگر روسیه هم در شهر دنیپروپتروفسک موجب کشته شدن 1 زن و زخمی شدن 4 تن دیگر شد. در همین حال دولت اوکراین و سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کردند که تخریب سد کاخوفکا در جنوب شرقی اوکراین در اوایل تابستان سال 1402 نزدیک به 14 میلیارد دلار ضرر و زیان وارد کرده است. اوکراین روسیه را به انفجار این سد که موجب آب گرفتگی منطقه با آب آلوده به مین‌های زمینی و بی‌آبی مناطق دیگر شده متهم کرده است. مسکو اما مسئولیت این کار را رد می‌کند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟
شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدأ و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. دومین روز از سومین مجمع همکاری بین المللی کمربند جاده امروز چهارشنبه 18 اکتبر با حضور سران کشورها از جمله روسیه و چین برگزار شد. رهبران چین و روسیه بعد از این نشست دیدار رسمی داشتند. نمایندگان روسیه و بیش از 130 کشور برای شرکت در این مجمع به شهر کوچک هایهی در چین رفتند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در چین به سر میبرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود مجمع همکاری بین المللی کمربند جاده را جایگزینی برای چارچوب های اقتصاد جهانی تحت رهبری غرب معرفی کرد. آقای شی همچنین گفت با تحریم های یک جانبه و اجبار اقتصادی مخالف است. رئیس جمهوری چین در این نشست بار دیگر نزدیکی پکن و مسکو را در کانون توجهات قرار داد و بر حمایت خود از رهبری روسیه تاکید کرد. دو رهبر بعد از مراسم رسمی در تالار بزرگ خلق دیدار کردند. بینندگان عجبند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.